من خودم نگران بودم، گفتم ما هرچی 3 ماه 4 ماه هرچی زحمت کشیدیم، حدیث براشون گفتیم، با یک کلمه با یک جمله ممکنه همه اون مطالب از ذهنشون. نه حالا من پیشنهادم اینه شما تشریف داشتون تو سالن برنامه رو تا آخر ببینید، روی جنبندی برسید، آخرش هم من در خدمت هستم، من اینجا هستم. حالا ما پیشاپیش نگران اون مشکلات بودیم که انشالله نباشه. بچه هایی میان توی این جشنواره دعوت میشن که فیلم ببینن که تو عمرشون فیلم ندیدن. ببین ما 1000 تا جشنواره داریم، جشنواره روستا، جشنواره جهاد، جشنواره نمیدونم چی، 1000 تا من اصلا اسمشو نمیتونم جمع بکنم واقعا. شاید تو خیلی هاشون هیچ اتفاقی هم نمیفته، هیچ اتفاقی نمیفته، فقط یک بودجه به اصطلاح کلانی در واقع صرف میشه و خیلی راحت بازتابش 2000 هم ارزش نداره. اومدن یه فکر بک کردن، یکی از والدین به من مراجعه کرد، خیلی تشکر میکرد و اینها، گفت که باور بفرمایید تو دخترم که روز قرار بود بیان فدایان، گفت که اصلا دیشب نخوابیدن. هر زمانی که اومدیم از جبهه و جنگ و ایثار و شهادت صحبت کردیم، اومدیم مردم رو در یادواره‌ها شرکت دادیم، خیلی ارزشمنده، خیلی جای تقدیر و تشکر داره از همه عزیزانی که دستندرکار این کار هستن. ولی یک کار جدید، یک کار ارزم به حضورتون نوعی هست که دوستان اومدن در این زمینه وارد شدن و این فرهنگ رو از طریق شادی و از طریقی که جوان ما میخواد و این بهش اشتیاق داره، بهش عشق داره، از اون طریق این رو میخوان منتقل بکنن. برنامه ما در یه ظرف شاد ارائه میشه، متوجه هستید؟ ادعامون هم اینه که رزمندگان ما همه یه روحیه شاد و بانشاد بودن، در سخت‌ترین لحظات نبرد اینا همه میخندیدن، با هم شوخی هم میکردن. یعنی تو پاتکای عراقی ها که سنگین بود و دوستاشون کنارشون داشتن به شهادت میرسیدن، جنگشون میکردن، رزمشون میکردن، برای شهادت اون دوستشون هم متأثر میشدن، ولی باز میخندیدن، با هم دیگه هم شوخی میکردن. دلیل من میگم شما برید فیلم های مستندی که از دفاع مقدس هست نگاه بکنید، ببینید آیا رزمنده توی فیلم ها بیشتر در حال خنده و به اصطلاح تبسم و شادی هستن یا نه در حال گریه و زاری و سینه زنی. یعنی میشه آدم از این توانمندی هنرمندا استفاده بکنه، توی زمینه های به اصطلاح ارزشی بیان کار بکنه، چرا آدم اینا رو ترد بکنه؟ منم بنده خدا منتظرم. اینا هم ایرانی هن، علاقمند هم هست.
هر راه تو چه ای ارزشی دارد این جان ما پایان به باد خاک ایران ما. این برنامه ها بسیار خوب است و دوگانگی هم با دین اسلام و برنامه های اسلام نداره عزیزان. یا بعضی وقتها تو بعضی از خانواده ها شاید فکر کنند که ما میگیم اسلام، ما میگیم دین، شاید بگن شادی توش نباشه. نه، یک چنین برنامه هم شادی هست، هم خنده هست، هم آموزنده است، هم برنامه های اعتقادی است، راه شهداست، راه صلحای ما، راه پیشوایان ما، همین بوده. بچه ها جشن چطور بود؟ همه چی خوب؟ جشنواره دفاع مقدس باید گریه دار باشه یا مثلا باید گریه دار باشه؟ نه، یه جوری باید باشه که مثلا ما فهمید از چیزی که میخوایم بفهمیم. مثلا اینجا چیز نفهمیدی؟ چرا چیزای زیادی فهمیدی درباره جنگ؟ خب اینجا که خندیدی که گریه که نایی؟ چرا مثلا لحظه‌ای تو فیلم بود که گریه هم گرفت؟ مثلا کجا؟ وقتی که
یکی از سربازان رو تیر زدن اونجاش. ناراحت شدی؟ آره. بعدن جایی هم که خیلی خندیدم وقتی که عبدو درسته سردار بغل کرد، اونجا هم خیلی خندیدم. فکر میکنید ایرانی بودن فرقی میکنه آدم عرب باشه تو؟ نه فرقی میکنه که ایرانی بودن باشی. یکی ایران وطن عزیز خودمون. آره. چقدر دوستش داری؟ بیش از حد. همه مسلمونیم دیگه، چه فرق میکنیم؟ مسیح، سنی، شیعه، مهم بودن ایرانی بودن ماست. واقعا افتخار میکنیم که ایرانی هستیم. یه سوال بپرسم ازتون. اگه یه روزی جنگ بشه تو ایران شما میرید دفاع بکنید؟ بله. چی؟ برای دفاع کشور که اونا نیان آداب و رسوم ما رو عوض کنن. آداب و رسوم ما رو عوض بکنن. دیگه چی؟ من از ملت ایران دفاع میکنم. از چی؟ من از ملت ایران دفاع میکنم. از ملت ایران دفاع میکنی؟ تو از من از کشورم دفاع میکنم. چرا دفاع میکنی؟ چون خیلی دوستش دارم. وقتی یک کشور دیگه بیاد به ما حمله کنه ما باید چیکار کنیم؟ دفاع از خودمون کنیم. باید چیکار کنیم؟ دفاع از خود. ما دوست نداریم کسی بهمون زور بگه. دوست نداره کسی به زور بگه؟ بزرگم بشین یادت میمونه؟ غیابك ما اميز شمس من في بدونك انا ما موجود من في تعال ادخل بقلبه وشوف من في اذا غيرك لقيت احتب علي ايران وطني مو